این گریز از قدرت به قدرت، اینی میخوایم بگیم ببینیم چرا اینجوره. این بسیار مهمه. امیدوارم شنوندگان من، خصوصا دانشجویان، دانشگاهیان به این بحث خیلی با دقت گوش بدن و طبقش عمل کنن اگر دیدن صحیحه. خب ایشون یکی از راهکارها، یعنی یکی از دلایلی که از قدرت به قدرت فرار میکنند، پناه میبرند، این است که تقصیر قدرت میندازن، تقصیر گردن، تقصیر قربانی. زنان در ایران امروز از ایرانی بپرسی، حالا همه شدن میگه آقا این انقلاب بیچاره کرد ما رو، انقلاب قربانیه، آقا این اسلام پدر ما رو در آورد، اسلام قربانیه. اون قدرتی که پدر همه رو در آورده، یک کسی تو ایران نمیگه آقا این قدرت پدر ما رو در آورد. خب مردم عادی توجه نکنن قدرت چیست، آقای مرجع هم توجه نکنه، آقای خاتمی هم ندونه، کی بدونه؟ بابا دوباره میگم، یه زمانهایی بوده انسانها نمیدونستن قدرت چیست، خیال میکردن یه چیزی مثلا که دیده نمیشود، یه چیزی نامرئی است، اینا میابینه تو جلد یک کسی، اینجوری تصور میکردن. مسیحای قدیم میگفتن اینایی که قدرتمند میشوند، اون قدرت میامیره تو سینه اینا، بله، وقت میشن قدرتمند. اینطور نیست، قدرت یه رابطه است، بین دو طرف رابطه که برقرار شد، این مدار بسته میشه. در این رابطه یه چیزی به کار میره، اون چیز چیه؟ ترکیبیست از زور، پول، عقل، فن، یه مواد داره، مثلا اسلحه باشه، آهن، این چیزا، مواد به اصطلاح دیگه. قدرت همین رابطه است، هم اون ترکیبه، این دوتا که با هم در اون رابطه این ترکیب به کار رفت، ما میگوییم که مثلا آقای الف و آقای ب مسلط است، این بر او قدرت دارد. این قدرت، این نه میتونه بیطرف باشه، برای که رابطه است دیگه، یکی به کار میبره، اون یکی رو تخریب میکنه تا بر او مسلط بشود، نه بیطرف است، نه میسازه، قطعا تخریب میکنه. قدرت کاری جز تخریب نمیتواند و نمیکند. شما که میشنوید بشینید ببینید اینه که گفتم عمل کنید ببینید همینطور یا نه. خب حالا که این قدرت تخریب میکنه، اینه اینجوری تبلیغ نمیکنه. یک دلیل که گفتم، این تقصیر از قدرت در میذاره، میندازه گردن قربانی، خب بنابراین میشه رجوع کرد به قدرت، چاره دیگه نیست، آبا کی بگیم دیگه، من که آقا کاره نیستم، که من که قدرتی ندارم. مردم عادی اینجور میگن دیگه، یا ما که کاره نیستیم، ما که قدرت نداریم، اینایی که قدرت دارن باید به اینا رجوع کرد. حالا مگر این آقای کار چیز خداوند تیغ این آقای ترامپ رو برا کنه، او بیا ما را از شر این رژیم خراب کنه، چون در قدرت راه حل میبینه. نمیتونه تصور کنه که آقا این قدرت جز تخریب نمیکنه، آقای ترامپ بیا بد رو بدتر میکند، تخریب بدن که تخریب رو بیشتر میکنند. بفرمایید ایران، بفرمایید افغانستان، بفرمایید سوریه، جلو چشمتونه بابا. قبلش هم که کودتای 28 مرداد توی همین کشور رخ داد. ۱۹ روز دیگه هم سال روزشه. خب 28 مرداد کشور ساخت، یه کشوری که داشت اقتصاد تولید محور پیدا میکرد، مستقل میشد، آزاد میشد، امکان رشد پیدا داشت، با یک کودتا همین رو ویران کردن. کار ویرانگری شد، بر هم افزود، طاقت عمومی تاق شد، جنبش شد، اون رژیم رفت، دوباره با سی فرار کردیم، پناه بردیم به چی؟
قدرت استبداد بازسازی کردیم. انقلاب تأثیر نداشت، اسلام هم تأثیر نداشت، بازسازی قدرت تأثیر داشت. خب پس یک دلیل که میسازم اینه که تأثیر میندازم گردن قربانی. دو که عمومی تره، به انسان ها میباورن که آقا قدرت خودش که خوب و بد نداره، که قدرت وسیله است. حالا دست صالح بیفته در خیر مردم به کار میرود، دست طالح آدم بدکار بیفته به زیان مردم به کار میبرد. پس استبداد صالح خوبه، قدرت صالح به ضعف مردم به کار میبره. فقیه چون انسانی است که وارسته است و جز به دستور خدا عمل نمی کنه، این قدرت رو در خیر مردم به کار میبره. پس قدرت رو میشه وسیله بی‌طرف، خونسا. خوب و بدش در گروه کسی است که این وسیله رو به کار میبره. این عمومی ترین فریبه، نه در ایران ما، در همه جای جهان. اصلا سیاست در غرب چه معنی میده؟ تعریف داره. سیاست یعنی تحصیل قدرت، حفظ قدرت و به کار بردن قدرت. با توضیحی که من قبلا دادم، قدرت مطلقا بی‌طرف نیست، وسیله هم نیست، گوی غیر تخریب هم نمی کن. حالا وسیله هم نیست، هم یه توضیح کوچیک بدم بگویم چرا. اگر اون رابطه که بین مدار بسته که بین دو طرف به وجود میاد، حالا هر کسی که من میگویم گوش میده خودش میتونه امتحان کنه، به معنی که با یکی دیگری دعوا میکنه یه مدار به وجود میاره بین خودش و بسته، تا وقتی که این دعوا بیرون نرفتن این مدار بسته است. خب این دو طرف چیکار میکنن در این مدار؟ هم دیگر تخریب میکنن دیگه. اگه یکی زورش چربید اون که تصمیم میکنه. پس در این رابطه قدرت وسیله نیست، اون ترکیب که در این رابطه به کار میرود که در تخریب به کار میرود اون وسیله است. اونم برابر رابطه بس بی‌طرف نیست، جز در تخریب هم کاربرد ندارد. شد؟ خیلی خوب. حالا پس این بی‌طرفی هم دروغ بود که استبداد صالح اول انقلاب که می‌خواستن بازسازی کنن استبدادو، ملاتاریا خصوصا این آقای بهشتی استبداد صالح، استبداد صالحی هرگز تاریخ به خود ندیده است، هرگز هم نخواهد دید. شما این سرمایه‌داری رو ببینید، حالا میگن جامعه های غربی دموکراسیه، ببین چقدر ویرانگری در این جهان میکنند، از طبیعت، از منابعش، از نیروهای محرکه که تخریب میکنه. قدرت اینه، جز این ازش ساخته نیست. حالا سوال اساسی اینه چرا این چیزا رو میشه این دروغا رو ساخت و مردم هم باور کنن؟ چون ما وقت دلایل دیگه هم هست و من دو تایی که عمومی ترش بود طرح کردم. چرا؟ خب ما الان میبینید مقایسه میکنم بین بد و بدتر، میگن آقا دوره شاه به این بدی نبود، حالا بدتره. خب بین فاصله دوره شاه و این دوره یه دوره بهار انقلاب بود. در اون دوره با وجود شرایط انقلابی ما برنامه تولید محور کردن اقتصاد رو به اجرا گذاشتیم. با اون شرایط به جایی که حجم نقدینه را افزایش بدیم کاهش دادیم، برای که بودجه رو پایین آوردیم. بودجه آخرین بودجه شاه 45 میلیارد بود، ما اینو آوردیم 30 میلیارد، یه دوره 35 میلیارد کاهش دادیم. توزیع درآمدها رو عادلانه تر کردیم به ترتیبی که در شهرها و روستاها متوسط درآمد از متوسط هزینه برای اولین بار از دوران صفوی تا امروز بیشتر شد.
از نظر اقتصادی به معجزه میمونه. قیمت نفت را هم از 12.7 سنت 70 سنت رسوندیم به 34 دلار هر بشکه. چرا این یاد مردم نمیاد؟ خب چرا بعد با بدتر مقایسه میکنید؟ اون بد و اون بدتر رو با خوب مقایسه کنید. دوره این دوره دیگری هم داریم ما. استبداد سیاه پهلوی رو داریم که اقتصاد ایران رو سازمان یافته مصرف محور کرد تحت سلطه اقتصاد مسلط. خب یه دوره داریم، دوره ملی کردن نفت که نظریه اقتصاد بدون نفت، یعنی بازسازی اقتصاد تولید محور، به اجرا درآمد به ترتیبی که دو سندی که مال وزارت خارجه محرمانه که بعدها منتشر شد میگوید که از لحاظ اقتصادی مصدق رو نمیشه از پا درآورد. حالی که شما میدونید اون وقت بودجه دولت همش 1 میلیارد تومان بود که وقتی مصدق به نخست وزیری رسید 300 میلیون هم کسر داشت. تازه هزینه نفت ملی شدن بهش اضافه شد که کارگرای خوزستان و تأسیسات اینا باید خرجش داده میشد دیگه، نفت هم که فروش نمیرن. همه اینا رو اون حکومت اداره کرد بدون نفت. اون دو سند هم میگوین که آقا این اقتصاد را برده. اقتصاد تولید محور توانایی رشد دارد، از پا درآمدنی نیست. از مثلا 1 میلیونی هم شما بگو بالای صفر اگر شروع کنه رشد میکنه یا جلو. خب کودتا کردن چون نمیخواستن این اقتصاد تولید محور پا بگیرن. خب ما شما ایرانی چرا این یادت نمیاد؟ الا الا باید بین بد و بدتر مقایسه کنیم، چون قدرت تو ذهنت هست. اینجا این قدرت حاکمه، اونجا راهکاری که وجود دارد و تنها راهکار است حقوق است. از مدار قدرت شما بخواهی بیا بیرون، مدار بسته، مدار باز کدوم مداره؟ مداریست که شما انسان ایرانی مستقل آزاد و حقوقمند به عنوان ملت مستقل آزاد اقتصاد تولید محور داشته باشی. این راهکاره. نمیاد تو ذهن شما. در این 15 دستور العمل آقای خاتمی نگاه کنید، هیچ کدوم اینا نمیاد تو ذهن، چون اینا رو قدرت نمیتونه عمل کنه. اگه میتونست میگفت، یعنی اگر قدرت میتونست یک جامعه با اقتصاد تولید محور، شهروندان حقوقمند اینها رو ایجاد بکنه، خب اونها رو میگفت. من میتونم میگویم برای اینکه قدرت تو ذهنم نیست. خب حالا این سوال اینه، اینکه راهکار در جامعه هایم که از اون مدار بسته بیرون آمدن یک دورانی رشد کردن، خود ایران بعد از اصطلاح دوران اول اشغال ایران توسط عرب که سپری شد، از دوران عباسی تا حمله مغولی یه دورانی است که اقتصاد خیلی شکوفا داشت، گسترده ترین بازار در جهان داشت اون زمان ایران. از لحاظ فرهنگی این شد مرکز فرهنگی اون قلمروی گسترده امپراتوری اسلامی. نگه این راهکار جامعه ها تجربه نکردن، کردن، اما این لازمش این است که تغییر بکنه این جای آدم ها، و این تا تغییر نکنه طبیعتا شما نمیتونید با قدرت در سر مفر جز قدرت نداری، باید به قدرت تنها ببری. اونم یا خرابتر میکنه، میگه ای بابا این هم که نشد که. خب بابا این از اول باید دادونه، این نمیشود. راهکار این است که شما از این مدار بیای بیرون بشه انسان حقوق من. خب چرا این نمیکنه؟
یه سومی داره که اینم بگم، امیدوارم که با این وقت ما چقدر میده؟ 3-4 دقیقه مونده. امیدوارم با همین 3-4 دقیقه تمام کنم. ایرانی ها میگن ماهی از سر میگنده. سر هم یعنی رژیم، ولی اون بالا اونجا که خراب شد جامعه هم خراب میشه. اما در اون چه مربوط میشه و به قدرت، با توضیحی که دادن، نه، سر و قاعده است، قاعده جامعه است. اونجا بین فرد با فرد اون رابطه قوا برقرار میشه، تو خانواده بین زن و شوهر، اونها بین اونها و فرزند، بین تو فامیل، به اصطلاح بین افراد فامیل، در محیط اداره بین اونها، در محیط بازار بین بازاری ها، در کارگاه بین کارگر و کارمند و اینا. این روابط قواست که برقرار که شد این مدارها بسته میشه، میشه قدرت تنظیم کننده رابطه ها. یعنی اون رابطه که برقرار شده اون ترکیب را میفته، تنظیم میکنه کی اینقدر ببره، کی نبره، کی بخوره، کی نخوره. مافیاها چی کار میکنن؟ مافیاها همین کار میکنن دیگه، اون مدار بسته میکنن، خودشو میشن اون بالا که میمکه. اون رأس منتج حاصل جمع این رابطه ها جمع میشه، میشه استبداد و بالا. شما مردم ایران اگر بخوایی خلاص بشوی، هیچ بدیلی که فکر کنی که یک قدرتی جای این قدرت اگر بشینه درست میشه، گویا یک قدرت خوبی هست، نه، همچی چیزی بدان واقعا صمیمانه وجود ندارد. خود شما هستی که اگر تغییر بکنی تغییر میدهی. تغییرش هم به این است که این حقوق پنجگانه رو شناسایی کنی، بهش عمل کنی. اون وقت این کار کردی دیگه از قدرت به قدرت فرار نمی کنی، میتونی برای جامعه بشری هم میشه الگو. این شدنی. حالا شما در جای کسانی که در دانشگاه ها هستن، دانشجو هستن، معلم در مدارس هستن، اگر خودشون عمل کنن، الگو بشون و جامعه رو به این تغییر بخوانن، مدار باز میشه. الان که راهن نیست، بسیار میگن آقا چطور بدیل تشکیل نشده؟ بابا بدیل که از آسمان نمیاد، جامعه باید تغییر کنه، بدیل هست. اگه جامعه رفت به طرف حقوقمند شدن، خب بدیل حقوقمند طلب میکنه و ایجاد میکنه، اگر نباشه، حالا که هست تو قوت بهش میده، توانایی میده، تحول انجام میده، بدون انجام میگیره بدون خطر.